وطن من اینجا درخت قاعده است، آب قانون، مزرعه شادی بیابان، ابرها برهای آسمان و باد نوای سحرانگیز چوپان. چورت، روستایی کوچک در دل کوهستان. اگه دوست دارین تصویر روستای چورت رو در ذهنتون مجسم کنید، میتونید یه تابلوی نقاشی با ترکیبی از کوه‌ها و جنگل‌های سرسبز، خانه‌های روستایی با مردمانی خونگرم و راه‌های خاکی و صمیمی به تصویر بکشید. به این تابلو ابرهایی رو اضافه کنید که هر از گاهی میان و هجوم آفتاب رو میپوشونن. گاهی هم این ابرها میرن و آسمون میمونه و قلمروی وسیع با رنگ آبی. دریاچه چورت یکی از زیباترین دریاچه های ایرانه. منطقه آبی محصوری در میان درختان سرسبز با قدمتی نچندان زیاد. نام اصلی این دریاچه میانشه است و به عنوان خواهرخوانده دریای خزر شناخته میشه. به دلیل قرار داشتن روستایی به نام چورت در همین نزدیکی، اون رو بیشتر با این نام میشناسند. این روستا در حد فاصله ساری تا کیاسر در استان مازندران قرار گرفته. بر اثر زلزله‌ای که در سال 1318 به وقوع پیوست، مسیر عبور آب چشمه کنار دریاچه مسدود شد و این دریاچه کوچک به وجود اومد. زمین دامن ورچید و تو به دنیا آمدی. دریاچه کوچک، روزی بزرگ خواهی شد و ترانه آبی خود را تمام خواهی کرد. قرار گرفتن این دریاچه در میان درختان سرسبز و جنگل‌های انبوه، محل مناسبی برای اسکان چند ساعته مسافران فراهم آورده. وسعت این دریاچه حدود 2.5 هکتاره. ماهی‌های داخل اون توسط افراد محلی به دریاچه ریخته شدن و یا تخم اونها به وسیله پرنده‌ها به اینجا آورده شده. هنگام کاهش آب، پیدا شدن باقی مانده درخت هایی که اینجا بودن منظره عجیبی را ایجاد میکنه. این دریاچه که شکلی بیضوی داره، در شکاف دره‌ای با شیبی زیاد قرار گرفته و دور تا دورش رو پوشش جنگلی بکر و درختانی قدیمی احاطه کرده. میزان آب اون با توجه به میزان بارش ها هر ساله تغییر میکنه. سکوت مرموز، جاده خاکی کشیده شده در میان درختان، صدای حیوانات و پرندگان و درختانی که تنها نیمتنه اونها از آب بیرون زده، فضای خاصی رو در اطراف دریاچه پدید آورده. هنگام عبور از میان درختان و جاده خاکی منتهی به دریاچه، بوی گیاهان مختلفی مثل ازگیل، گردو، پونه و آویشن شما رو از خود بی خود میکنه. پیاده روی در میان درختان انبوه این منطقه خیلی لذت بخشه. البته این مسیر مجهز به استراحتگاه و همین از سختی پیاده روی کم میکنه. ریشه در گیسوی خاک، شاخه در آبی پاک، گوش بر آواز قوک، ما و حال و کیف کوک. هوای این دریاچه و اطراف اون خنکه. اگه قصد عزیمت به این دریاچه رو دارید، حتما تجهیزاتی مثل چادر، وسایل گرمایشی،
خوراک و سایر لوازم ضروری رو به همراه داشته باشید. در فصل سرما داشتن زنجیره چرخ برای استفاده در مواقع بحرانی ضروریه. شنا کردن در این دریاچه کمی خطرناکه. به جاش میتونید به شکل تفریحی ماهیگیری کنید. فصل‌های بهار، تابستان و پاییز بهترین زمان برای دیدن دریاچه چورت. با این حال، اگه تحمل سرمای زمستون رو داشته باشین و بتونین با سختی مسیر کنار بیاین، حال و هوای متفاوت تری رو اینجا تجربه می‌کنین. برای دسترسی به دریاچه چورت در استان مازندران میتونید از جاده های استان سمنان و یا جاده های استان مازندران استفاده کنید. مسیر اول: ساری، جاده کیاسر، خروجی جاده چورت، روستای چورت، دریاچه زیبای چورت. مسیر دوم: سمنان، مهدی شهر، شهمیرزاد، فولاد محله، کیاسر، روستای چورت، دریاچه زیبای چورت. لازم به یادآوریه که جاده تا روستای چورت آسفالته و از روستای چورت تا کنار دریاچه خاکی.